فقط دیگه باید تجربه شده، اگه بشه این چرخ اوکی کنم، اگر هم نشه که باید برگردم بندر عباس و تجربه چرخ رو درستش کنم. که زیاد سفر میکنیم همیشه یاد گرفتیم که هر جا میبینیم که کامیون زیاد هست مشخص هستش که رستورانش غذاش خوبه و اینا چون مرد جاده هستن و همیشه میرن میان، فقط جاهایی وای میستن که غذاشو قبول دارن و اینها. خب یه رستورانی هستش، ساعتای حالاش نزدیک 4:45 هست، صبحانه و نهار احتمالا شام رو باید یکی بکنم و جات و خالی وای میستم اینجا برای نهار تا ببینم بعدش چی میشه. فرمایین قلو ماهی اینجا به نظرم ارزونتر از همه چی هستش قیمت ماهی و فکر میکنم آخرین غذای درستادی که خوردم دیروز که نه پری روز بود. آره پری روز و پیش پری روز. بفرمایید بچه نهار. اینجا تعمیرگاست صافکاری حسین خیمه کبود کنار همین رستورانه با بقیه این آهنالات و اینا کارهای جالبی درست کرده. از یخت و بچه شرایطتون جوری میشه که حاضرین که هر چی دارین، هر چی پول توی جیبتونه بریم هزینه کنیم تا بتونیم یه شب آروم راحت رو بگذرونیم. هتل کسرای بندر خمیر بعد برم ببینم وضع اوضاع چطوره. خدا کنه بشه امشب رو بمونم اینجا یه استراحتی بکنم و برم دنبال کارهای تعمیر چرخ. دعا کنیم بشه. خب خدا شکر خدا با هم یار بود. مرسی از مردم جنوب واقعا وقتی در من بقیه سفرم به این صورت هستش و چقدر شاید سخت هستش و چرخ هم خرابه لطف کردم من اتاق 250,000 تومانی رو خدمت رو از کنم که یک سه بوم یعنی 75 تومن زحمتشن حساب کردن و نمیدینم چرخ کنم سرویس بهش دوش رو یه خدمتتون عرض کنم که تخت و یخچال و هیچی بهتر از این فکر نمیکنم الان برای من باشه. دوش میگیرم استراحت میکنم یک نیم ساعتی یه ساعتی و بعدشم بعد برم خط رو ببینیم، بعدم بعد برم بازار و ببینم برای چرخ چی کار میتونم بکنم. مرسی از همراهیتون تا ببینیم بعد زور چی میشه. من بندر خمیر یک دو تا تعمیرگاه دوچرخه بیشتر نداره، من اومدم از این دوستم خواهش کردم که هر جوری میشه راش بنداز و داروش کار میکنه. خدا کنه اوکی بشه و یعنی حسابی از کار میافتم. خب ساعت حدود 6:20 دقیقه بعد از ظهر هستش، چرخ به دست راه افتادم توی شهر بندر خمیر که ببینم که آیا دست اینجا کاری برمیاد برای تعمیر چرخ یا نه. خدا کنه بشه، در غیر این صورت مجبور هستم برم بندر عباس که شاید بشه کاری تعمیر رو اونجا انجام داد و اگر نشه خدای نکرده باز میخورم به چالش تعمیر سری قبل که خراب شده بود و باز در به در باید بگردم دنبال یه بولبولینگ تعمیری یا توی تعمیراتی ها. دعا کنید درست بشه. کار به تراشکاری رسیده و بعد یه قطعه تراشکاری بشه و بعد دوباره کار مونتاژش رو اینا انجام بشه. حدود
حدودا یک 3 ساعتی میشه فهم میکنن این بنده خدا داره کار میکنه، جوشکاری و لعینکاری و دیگه خبر فرسکاری و امیدوارم که بتونه راه بندازش و اوکی بشه. خب ساعت های خب بفنگم 10 اینا باشه، دارم برمیگردم هتل و یه کارایی کردیم، حالا بربرینگ رو از روی یک شاخته چرخ دیگه ای ورداشش گذاشت روی اینو، یه مقداری گریس و نمد و اینا زد و فکر میکنم راه بیفته، امید با خود انشالله. حالا امشب دیگه استراحت میکنم، فردا مسیرم رو شروع میکنم، راه سختی پیش رو به قلوشه دقیقا 80 کیلومتر تا خود بندر لنگه مونده و 2 روز وقت دارم، یعنی 2 تا 40 کیلومتر رو باید برم و اصلا جا نداره که حتی بخوام یه روز رو یه مقداری کمتر کنم. به هر حال امیدوارم بتونم تمومش کنم. ممنون از همراهیتون، امیدوارم شب خوبی داشته باشین. شب بخیر.